محدودیت های مسافرتی با آمریکا، همکاری نفتی واشنگتن و ریاض و تلاش برای توقف فروش تسلیحات بریتانیایی به عربستان سعودی موضوع چهار مقاله در چند نشریه انگلیسی زبان است که با هم مرور میکنیم. سارا پروینی در گزارش در لس آنجلس تایمز با عنوان برای ایرانی آمریکایی ها ترامپ سفر پیشاپیش پر مسئله به سرزمین مادری را پیچیده کرده است می برای آریان عدالت یک ایرانی آمریکایی ساکن کالیفرنیا هر سفر او طی 6 سالی که به آمریکا مهاجرت کرده با مشکلاتی در ایران و در بازگشت روبرو بوده است اما سفرهای او به ایران چون سفر دسامبر گذشته تنها راه دیدن مادر بیوهش و کمک به او برای گرفتن ویزای آمریکا بوده است. با فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ و واکنشهای دولت جمهوری اسلامی بسیاری نگرانند که دیگر نتوانند اعضای خانواده خود را ببینند. مادران، خاله ها، امه ها، اموها و دایی های سال خورده در ایران که قصد داشتند برای تعطیلات نوروزی به آمریکا بیایند، از اینکه به آنها به عنوان تهدید امنیت ملی نگاه شود دل شکستند. کارشناسان میگویند سیستم کنونی قربالگری صدور ویزا و اقامت بسیار سفت و سخت است و تغییر آن بیش از هر چیز اقدامی سیاسی است. کریس چمیلنسکی در مقاله در واشنگتن اگزامینر با عنوان فرمان اجرایی ترامپ آمریکا را دوباره امن خواهد کرد می نویسد فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ تنها یک مکس است و تنها یک دهم درصد از 75 میلیون بازدید کننده از آمریکا طی سال تحت تاثیر آن قرار می گیرند. فرمان ترامپ سقف ورود پناهجویان را 50 هزار نفر تعیین کرده است که متوسط میزان پذیرش پناهجو در دولت اوباما است. پذیرش این میزان پناهجو چهار برابر کانادا است. پرزیدنت ترامپ در تلاش برای ایجاد مناطقی امن در خاور میانه برای پناهجویان است. آمریکا به ازای پذیرش هر پناهجو می تواند هزینه های 12 پناهجو را در منطقه تأمین کند. محدودیت ورود اتباع هفت کشور با اکثریت مسلمان هم در سال 2015 توسط کنگره و دولت اوباما تصویب شد. جفری جف در مقاله در وبسایت سرچ با عنوان داستان 2017 نفت عربستان سعودی و دونالد ترامپ می نویسد خالد الفالح وزیر انرژی عربستان سعودی با استقبال از سیاست انرژی پرزیدنت ترامپ گفته است از افزایش تولید نفت آمریکا در چارچوب تقاضا در بازار استقبال می کند و این امر عربستان را به سرمایه گذاری در صنایع انرژی آمریکا تشویق می کند. ریاض چندی پیش با کاهش سخت تولید اوپک موافقت کرد. احتمال دارد با ادامه این روند بهای نفت در سال جاری میلادی دوباره روند نزولی را طی کند. الیس راست در مقاله در گاردین با عنوان بررسی غذایی با هدف توقف فروش تسلیحات بریتانیا به عربستان سعودی آغاز می شود، می نویسد از امروز تحقیقات حقوقی در انگلستان می روشن کند که آیا در حملات هوایی عربستان سعودی در یمن قوانین بینون مللی بشر دوستانه نقض شده است یا خیر؟ عربستان سعودی مشتری بزرگ تسلیحات بریتانیا است و گروه های فعال حقوق بشر میکوشند بر مبنای مقررات بریتانیا و اتحادیه اروپا جلوی صدور مجوز فروش تسلیحات این کشور به ریاض را بگیرند.